سرخط خبرها عبدالحمید خراسانی پس از این کو با کو میگردد تا مقاومتگران را جستجو و نابود کند. و در ادامه، یک عالم دین در کابل ترور شد. او کیست؟ همچنان دیدار شیر محمد عباس تانکزی با مولوی انصاری در هرات. و در ادامه، گفتگوی وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان، احتمال جنگ هسته‌ای میان آمریکا و روسیه بر سر اوکراین. سلام، به کانال ما خوش آمدید. یک عالم دین در کابل ترور شد. وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان تایید میکند که یک عالم دین در کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده است. بر اساس معلومات، این عالم دین صبح امروز هنگام رفتن به طرف مسجد در منطقه کوتل خیرخانه از مربوطات حوزه هفتهم شهر کابل مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و کشته شده است. خبرگزاری باختر به نقل از وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان از این عالم دینی به نام مولوی بسم الله شاکر نام برده و تصریح کرده است که او سرمعلم دارالعلوم عالی عربی در کابل بوده است. مولوی شاکر درس‌های دینی را در مدینه به اتمام رسانده و مدت در قطر وظیفه اجرا کرده است. گفتنی است که روز گذشته نیز مولای عبدالسلام عابد هدف انفجار ماین قرار گرفت و در نتیجه به صورت سطحی زخم برداشت. با این حال طالبان اطمینان می‌دهند که بررسی‌هایشان برای بازداشت عاملان این حملات آغاز کرده‌اند. با سقوط حکومت پیشین میزان انفجارها در کابل افزایش یافته و مسئولین بیشتر این انفجارها را گروه داعش بر عهده می‌گیرد. خبر بعدی، معاون وزیر خارجه طالبان با دیدار مولوی انصاری به هرات رفت. عباس استانکزی معاون وزارت خارجه طالبان با دیدار مولوی عبدالرحمن انصاری، روحانی سرسخت هوادار گروه طالبان، به ولایت هرات رفت. پیش از سقوط دولت، مولوی انصاری در خطبه‌های خود همواره از حکومت انتقاد و مردم را به حمایت از طالبان تشویق می‌کرد. خبر بعدی، گفتگوی متقی با وزیر خارجه پاکستان درباره بحران افغانستان. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که برای اشتراک در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی و پاکستان رفته، با شاه محمود قریشی همتای پاکستانی خود دیدار کرد. آقای قریشی بعد از ظهر امروز در توییت نوشت که پیش از هفته‌مین نشست فوق‌العاده سازمان‌های همکاری اسلامی با امیرخان متقی دیدار و در مورد بحران انسانی جدی در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه پاکستان نوشته است: ما مسئولیت جمعی داریم که برای مردم افغانستان اقدام کنیم. قریشی امروز در گفتگو با رسانه‌ها نیز ابراز امیدواری کرده که کنفرانس OIC در اسلام آباد با دستیابی و اجماع در مورد افغانستان و جلب توجه جهانیان برای رسیدگی به بحران این کشور کمک کند. این نشست قرار است فردا 19 دسامبر 28 قوس در اسلام آباد با محوریت افغانستان برگزار شود. در این نشست مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز دعوت شده است. جریان‌های سیاسی از جمله حزب جمعیت اسلامی افغانستان این نشست را فرصت خوانده است تا تمام نمایندگان کشورهای اسلامی و طالبان تفهیم کنند که این گروه و گفتگوهای جامع میان همه طرفهای مختلف سیاسی افغانستان جهت توافق و دستیابی به نقشه‌راه جامع پیرامون همه مسائل ملی و منطقه‌ای از جمله تشکیل نظام مبتنی بر رأی و اراده مردم افغانستان تن بدهد. این حزب همچنین گفته است که انتظار دارد تا این نشست بعد تریبیون برای کارزار گروه طالبان جهت کسب مشروعیت بین‌المللی این گروه بدل نشود. همچنین شورای مقامات ملی جمهوری اسلامی افغانستان و جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود از سازمان همکاری اسلامی خواستند که رژیم طالبان را به رسمیت نشناسید و برای ایجاد حکومت فراگیر فشار بیاورید. و حالا می‌پردازیم به اخطار تازه حمید خراسانی به مقاومتگران در سراسر پنجشیر. این بار او برای کشتن مقاومتگران خودش دست به کار شده و دره به دره برای جستجوی آنها تلاش می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام على محمد رسول الله. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. درود و سلام خدمت هموطنان عزیز، امت مسلمان کشور. امیدوارم صحت و سلامت و در پناه حق تعالی باشه. پیام ما برای همه هموطنان عزیزی است که از نظام حاکم اسلامی که امارت اسلامی است حمایت کنید
تا در جامعه کشور ما یک حکومت اسلامی و شریعت اسلام حاکم باشد تا سعادت دارای نصیبتان شود. کسانی که در برابر حکومت اسلامی زیر عناوین مختلف مقاومت و امثال هم بغاوت و سرکشی میکنند، خطاب ما، پیام ما بر اونها است که در نخست آغوش امارت اسلامی بر همه باز است. بیایید صلح که به عزت شماست تن دهید و زیر پرچم محمد رسول الله آزاد در فلان زندگی کنید. نعره تکبیر الله اکبر. هشدار براتون میدیم، هشدار میدیم، بخصوص کسانی که در غارها در کوههای پنجشیر مخفی هستند و حرکتهای احمقانه انجام میدن. سرکوبتان میکنیم، با سراغتان میاییم. همین حالا ما در کوپایه ها آمدیم به دنبال شما، هر کجایی که سراغ شما را پیدا کنیم و فر فرقتان میزنیم و مطابق به ارشادات الهی و قاتلوهم حتی لا تکونو فتنه و یکونو دین کله لله، نابودتان میکنیم. شما کسانی هستید که دشمن الله و رسولش هستید و در برابر یک نظام اسلامی میجنگید و ندای حق طلبانه شما ندارید. اهداف شما تجارت و بازی است با سرنوشت امت مسلمان است. شما مفسرین هستید، قتل شما مطابق آیات کلام الله مجید و سنت نبی علیه السلام جایز است و در برابر شما جهاد فرض است. در شما خواهان نظام دموکراسی و نظام کفری هستید و شما به خاطر تطبیق نظام کفری دموکراسی و استخبارات اجنبی شما می جنگید. شما به خاطر اهداف مقدس نمی جنگید. شما به خاطر یک چند روپ پول کثیف یک تجارت نامشروعی را زیر عنوان مقاومت برا انداختید. شما دشمن الله و رسولش هستید. دوستی و دشمنی ما و شما به خاطر الله است و هر آن کسی که در برابر حکومت اسلامی بغاوت و سرکشی کند در برابرش جهاد میکنیم، مبارزه میکنیم و سرکوبش میکنیم. نعره تکبیر الله اکبر. نعره تکبیر الله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پایان تنش میان مسکو و اوکراین به اوج خود رسیده است. آمریکا و روس یکدیگر را به حملات هسته‌ای هشدار دادند. مسکو خواسته‌هایش برای کاهش تنش با اوکراین را فهرست می‌کند. روسیه برای کاهش تنش با اوکراین می‌خواهد که فهرستی را از خواسته‌هایش را ارائه کند. روسیه همچنان خواستار وضع محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های ائتلاف نظامی ناتو بر رهبری آمریکا در کشورهای اروپایی شرقی شده است. این خواسته ها که بعید به نظر می رسد برآورده شوند در بهبوبه نگرانی غرب نسبت به احتمال حمله روسیه به اوکراین مطرح شده است. روسیه خواستار مذاکره فوری با آمریکا شده است. بی بی سی نوشته است که آمریکا آمادگی خود را برای گفتگو با روسیه اعلام کرده است و تاکید دارد که نگرانی های خود را نیز روی میز مذاکره خواهد گذاشت. جک سالیان مشاور امنیت ملی آمریکا گفت آمریکا در 20 سال گذشته با روسیه درباره مسائل امنیتی اروپا گفتگو کرده و این گاه باعث پیشرفت نشده و گاه با بن‌بست مواجه می شود، اما ما اساساً برای گفتگو آماده هستیم. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز با تازگی در یک نشست مطبوعاتی تاکید کرده که آمریکا به تنهایی وارد مذاکرات نخواهد شد. او گفته است که بدون حضور متحدان و شرکای اروپایی خود هیچ مذاکره درباره امنیت اروپا نخواهیم کرد. ناتو که در ابتدا برای دفاع از اروپا در برابر تهدیدات احتمالی اتحاد جماهیر شوروی سابق تأسیس شد، در جمهوری‌های بالتیک و پولند نیرو دارد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که روسیه دو پیشنویس معاهده به آمریکا و ناتو داده و در این پیشنهاد خواسته های را از کشورهای که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی با ناتو پیوسته آن مطرح میکند و میخواهد سرباز یا سلاح خود را در مناطق که میتواند تهدیدی برای روسیه تلقی شود مستقر نکنند. همچنین از استقرار بمب افکن های سنگین و کشتی های جنگی اجازه ورود به مناطق خارج از حریم هوایی ملی یا آبهایی که از آنجا میتواند حمله کنند ممانعت کرده است. بی بی سی نوشته است که این بدان مانا است که ناتو اصلا نقشی در بالتیک یا پولند ندارد و باید از هر گونه طرحی برای پیوستن اوکراین و گرجستان به ائتلاف غربی صرف نظر کند.